خداوند اعلام نکرده که من همراه ظالمینم. شنیدید خدا بگه ان الله مع الظالمین، مع المنافقین، مع المستكبرین، مع المسرفین؟ نگفته. این سندیت رو به هیچ احدی نداده که کسی رو خدا حساب باز بکنه. هیچ ظالمی نمیتونه روی خدا حساب باز کنه. همونطوری که در وصف حضرت علی میگن هیچ ظالمی طمع نکرد که یک روزی حضرت علی در صفش قرار بگیره. میگن هیچ ظالمی طمع نکرد. فرق نمیکنه. همه یاران پیامبر اینطوری بودن. و هیچ مظلومی هیچ موقع ناامید نشد که یه روزی این بزرگواران پشتشو خالی بکنه. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. خداوند این سندیت رو به هیچ ظالم و منافق و کافری نداده، اما این سندیت رو به مؤمن داده، به محسن داده، به نیکوکار داده، به کسی که نیت خدایی داده. دیگه چه سندی میخوایم برای تقویتمون، برای اینکه انگیزه در ما ایجاد بکنه؟ ما دو تا مسئله داریم. یکی این که خدا از فلانی راضی باشه، ثواب بهش بده. این یک طرف قضیه است. نه هر کسی که خدا بهش رحم میکنه ثوابش میده، خدا همراهشه. خوب دقت بکنید. این که خداوند به کسی ثواب میده فرق تو این کسی که خداوند معیتشو بهش داده. شاید ثواب به هر کسی هم بده. هر انسان خوبی که امر به معروف و نهی از منکر هم نمیکنه، خدا ثواب بهش میده. هر کسی نماز شخصی خودش خون، خدا بهش ثواب میده. هر کسی تو خونش تلاوت قرآن کرد، خدا بهش ثواب میده. هر کسی روزه پنجشنبه دوشنبه گرفت، خدا ثواب بهش میده. هر کسی تسبیح دستش گرفت، تو خونه نشست، ذکر کرد هزار بار ده هزار بار، خدا بهش ثواب میده. اما معیت نداره. معیت فقط برای دعوتگرانه. معیت خدا فقط برای کسانی است که برای بندگان خدا قدم برمیدارن. معیت برای مصلحین اجتماعی، برای رضای خداست. معیت برای مبلغینه. معیت یه چیز دیگه است. حالا این معیت تاجر دعوتگر میتونه داشته باشه، عالم دعوتگر میتونه داشته باشه، معلم دعوتگر میتونه با داشته باشه، دانشجو میتونه داشته باشه، ورزشکار، هر کسی در جامعه برای رشد بندگان خدا در کنار مسائل و عبادتهای شخصی خودش و فردی خودش داره تلاش میکنه موافقه. معیت خدا همراهشه. حضرت موسی وقتی به قوم بنی اسرائیل گفتن که به بنبست ما را آوردید، به بنبست ما را قرار دادید، گفت کلا ان معی ربی سیهدین. تمام شد و رفت. متردد نشید. کلا ان معی ربی. کلا کلمه زجره، توبیخه. دیگه این حرفا تکرار نکنید. ان معی ربی. نماز شخصی خوندن و عبادت شخصی کندن کافی نیست برای معیت خدا و سندیت خدا در زندگی. فلانی کاری به خیر و شر جامعه نداره. خیلی آدم خوبیه. تعریف آدم خوب چیه؟ نماز پنج وقتش میخونه، روزی رمضانش میگیره، تلاوت بعد از نماز صبحش فوت نمیشه، ذکر و دعاش فوت نمیشه. خب اینا که همه مال خودشه، برای بندگان خدا چه کار کرده؟ اینا که همه برای خودشه، منتی نیست. کلا ان معی ربی. معیت فقط مال. حالا اگر معیت میخوای، ان تنصر الله انصرکم. اون شد.